درودی گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه. پس فردا پنجشنبه سال روز زایش مسیح، فرارسیدن کریسمس و همین روز زایش مسیح رو به شما، به همه مسیحیان، به ویژه هموطنان مسیحی ایرانی در حال تبریک و تهنیت میگم. و اینم داستانی است که در رابطه با عظام دو زیر دریایی، یکی مربوط به اسرائیل و یکی امریکا، مال امریکا هم اکنون در خلیج فارس اتمی موشک انداز داره و بسیار در حال یک ناو پیشرفته است. ولی خب پاره از دوستان، به ویژه آقای سیاوش اوستا که امروز در برنامه ما حضور دارن، معتقد هستن که این یک کار تبلیغاتیه و امریکا هرگز و اسرائیل هرگز دست به اقدام جنگی علیه جمهوری اسلامی نمیزنن. تا آقای سیاوش اوستای عزیز ما روی در حال تصویر هستن، میبینمشون. درودی بر شما، امیدوارم که خوب و خوش باشین، این که محبت بکنین گاهی اوقات به این برنامه، در حال صفایی میدین، قدرت میبخشین. از شما تشکر میکنم و ببینیم که چه دیدگاهی دارین. اولا درباره این کرونا توی فرانسه چه خبره، چه میکنه، مردم واقعا بیکار شدن مثل همه جای دنیا یا نه این کار و زندگی ادامه داره؟ هیچ کسی اینجا در امریکا اصلا نمیتونه زندگی کنه، پول ندارن، کار ندارن، حقوق نمیگیرن. ولی البته دولت امریکا میدونیم دیروز پارلمان تصویب کرد که کنگره تصویب کرد که $600 به هر نفر در امریکا داده بشه. ولی $600 که اصلا به جایی به قول معروف نمیرسه. ولی خب نیمش از این لایحه ای که تصویب شده برای کرونا است، نیمی برای کمک به بیکاران و در حال بیزنس هایی که از زندگی از دست دادن. بله، درودی بر شما. درود بر شما مهمانیان آقای شرفشاهی. درود دارم به کادر گردان برنامه آقای شهرتی و اگر بارتنم اونجا هست، و درود به همه مهمانیاران بینندگانی که هر کجا نشستند و ما رو میبینند. خسته نباشید آقای شرفشاهی عزیزم. دو سه تا سرمقاله های و یا تیترهای خبری بزرگ خواهید داشت برای فردا. حالا پیش از اینکه به اونها بپردازید، در مورد کرونا فرمودید، من به آگاهی شما برسونم. سیاوش اوستا همواره رک و سری در این 45 سال حرف زده و با مهر خداوند بزرگ حقایق رو به مردم گفتیم بدون پرده پوشی. تا سال 2025 دست کم این مشکل کرونا وجود داره و هدف اصلی از کرونا این هست که در مرحله نخست چین قدرتمندترین کشور جهان بشه و بقیه سقوط کنه، که تا کنون هم چنین بوده است. دوم این هست که انسانهایی که سنشون کمی بالا هست و اینها هم از نظر تامین درمانی، که الان هم جهانیه، تامین درمانی جهانیه و همچنان که مثلا آپل جهانیه، تلفن عرض میکنم و هر چیزی جهانی هست، اونم هست. انسان‌های مسنی که هزینه بردار هستن و اصلا این تکنولوژی رو نمیتونن استفاده کنن، تکنولوژی جدید رو های شرف شد. همچنان که مردم خود سرزمین ما رو نمونه میگیرم، 42 ساله میگیم چرا رژیم مونده، از بلاحت خود ماست که رژیم مونده، چون رژیم اینقدر، چون این رژیم استعماری است، تونسته بازی باز کنه، توپ بندازه جلو پای مامایی، با توپ بازی کنیم. الان امشب در این مورد باز خدمت رو عرض بکنم و ما با بازی و بازی کردیم، نه بدون اینکه بفهمیم داریم با توپ بازی میکنیم. حالا بعد نکته دیگه این هست که جناب شرفشاهی عزیزم، تمام بیزنس های کوچولو، دکان ها، والا ما به اصطلاح خودمون ما ایرانی ها میگیم دکون ها باید بسته بشه، این دکون ها و بیشم، و اینکه هر کسی دکون خودش رو داشته باشه، صبح بره با واکنه پشت پاچار بشینه، امریکا باشه، اروپا باشه، ایران، دکونا باید بسته بشه، بایستی کمپانیا همه بزرگ باشه، مادر باشه. امروز من بارها این گفتم ولی امروز بهتون میگم، همین امروز ما میخواستیم بریم یک ساعت تو صف بایستیم و چه بکنیم و فروشگاه بریم و خرید بکنیم برای حال شب یلدا که هنوز ادامه داره. اینا آقای شرفشاهی عزیز تبلیغی نیستیم، این واقعا تبلیغ، چون رو به حرف اسم چون ما بیارم احتیاج ندارم. ما یه تلفن برداشته خانم زده به آمازون،
آمازون از کوکاکولا و پپسیکولا گرفته تا آدامز، تا هر چی که ما خواستیم، تا شراب، تا نون، نون بهش میگن باکت با تخم مرغ، برای ما توی 12 تا پاکت کرده، 2 ساعته هم آورده در خونه تحویل داده، همش هم شده 100 یورو. 100 یورو. حالا ما بایستی 2-3 ساعت وقت بذاریم بریم تو فروشگاه مغازه، اینو بردار، اونو بردار، اینو بذار، اینو بذار. بعد این لیست هم اونجا هست، یک نمونه است دارم میگم، یک نمونه است. بعد لیست هم اونجا هست، هر موقع بخوام خانم میره توش یکی اضافه میکنه، 2 تا کم میکنه، یک شاسی میزنه، باز 2 ساعت بعد، 4 ساعت بعد در خونه. سیستم جهان نو، جهان نو شده است از سال 2020، و این سیستم جهان نو بایستی مردمانی نو داشته باشه، تکنولوژی نو رو بتونن استفاده کنن و و و بره. به خاطر همین شما خاطرتون جمع باشه که بعد هم از همه مهمتر، شما ببینید ملت هایی که و دولت هایی که در حال ورشکستگی بودن هستن، از خود امریکا گرفته تا همین فرانسه، هر کشوری بدهی هایی که اینا دارن، اوه میلیارد جناب شرفی. الان با این بیکاری ها که فرمودین 600 دلار اونجا میده، قبلا آقای ترامپ اول 1500 2000 دلار داد و غیره، این پولا هم کجا میاد؟ دو، واکسن هایی که اینا میخوان بزنن، هر واکسنی از 2 دلار تا 20 دلار هزینه شه، بستگی داره چه کمپانی چجور بخره، و به قول شما هم هی عوض میشه، هی ویروسش عوض میشه، بعد تازه یک واکسن باید 2 سال کار کنه نیمروش تا بفهم. اینا پول کجا میاد؟ اینا همه کشورها نابود میشن، یعنی تماما مثل اونه که شما 4 تا مغازه دارید و اینا یه تلویزیون زدین ورشکستگی میکنین، چی میشه؟ تمام 4 تا خونتون میره، 4 تا خونتون میره و دیگه هیچی ندید. ممالک هم الان اینجوری میشه، الان مثلا تو شانزلیزه ما تو همه چیز فروشیه، بعد من میبینم اومدن پاساژ پاساژ میخرن. اینه که جریان این، چون من در این رابطه در 10-20 برنامه یک ساعته از سال ژانویه تا حالا صحبت کردم و خیلی موارد مهمتریش رو برشمردم، و این مواردم که من خدمتتون عرض میکنم، من امروز اسرائیل رو میدیدم، تلویزیون اسرائیل، دیروز امریکا رو گوش میکردم، همه جای جهان همینطوره. اون ابلهان خر و نادانی که گمان میکنن دنیا رو آمریکا میگردونه، دنیا رو اسرائیل و یهودی ها میگردن، در خطا هستن. آقای شرفشاهی دیروز، آقای بنیامین نتانیاهو، یا آقای پریروز، ما همه دیدیم نشسته اینجا واکسن اومدن بهش زدن، با این هم میخواست روی ای بر بزنه، چپ بزنه، گفت آقا راست بزن، راست زده. خود اسرائیل گفت تا واکسن زد، گفت تو اسرائیل گده هستن میگن آقا این واکسن های علکی بنیامین اصلا واکسن نبود، زده چیز دیگه بود، زد این برای اینه که میخوان ما رو کنترل کنن، چیپس بذارن توی ما و و و غیره. پولمیک یعنی سخن گفتن در این مورد بسیار هست، و نیست این ما فکر کنیم که 4 تا آدم ابله نادان مشکوک یه حرفی میزنن، نه. اینجا ما یک آقایی داریم به نام لوک مونتنیون، لوک مونتنیون یه پروفسور بزرگ، رئیس یه بخش بزرگ انستیتو پاستور فرانسه بوده، جایزه نوبل پزشکی نوبل گرفته، خب حرفایی میزنه که به اون حرفایی که شما تو رادیو تلویزیون، ما تو رادیو تلویزیون عادی میشنویم متفاوت. و همین خاطر جریان کرونا، امیدوارم که به هر حال جهان رو نو میخوان بکنن، جهان نو میشه، و اونایی که به درد نمیخورن، چه دکون بقالی چپانه باشه یا دکونای دیگه یا آدمایی که برای خودشون کار میکنن و اینا، هر کسی الان شما در نظر بگیرید، برای ما ایرونیا، آقای شرفشاهی دیگه تلویزیون نه، روزنامه نه، هر کسی برای خودش یک گروه ها کرده، 20-30 نفر رو توش گذاشته توی تلگرام، برم آقا ما گروه داریم دیگه. خب که ایران آزاد میشه؟ آزاد نمیشه که ایران، که بایی واسه که هر کسی شده خودش رئیس رئیس جمهور. حالا این تو پرانتز، ولی چون شما اشاره فرمودین به نوع پروانه، میخوام از شما مهربانیار که شاد باش بگم، هر نوکه ای که روز جمعه تموم شد شاد باش بگم، یلدایی که هنوز ادامه داره، چون جشن یلدا مثل هنوکه 7 شبانه روزه، ما هر میشه در طی 7000 سال تاریخ خودمون اول هر فصلی رو 7 روز جشن میگرفتیم و اول بهار رو 2 هفته جشن میگرفتیم، بخاطر که نوروز بوده. جشن یلدامون هم هنوز ادامه داره، کریسمس هم که میرسه، ولی واردا میدونه برای مسیحی ها کریسمس زایش عیسی مسیح نیست، چون در ژانویه جشن میگیرن. اینا همه تولد مهر، میترا، خورشید هست، مهر تابان، برگرفته از تاریخ 7000 ساله آریایی، که من به همه، یعنی باید به جهان شاد باش بگیم، جهان حنوکه بود به اصطلاح تموم شد. این اختلافات جناب شرف شده به خاطر سنجش سال و ماه بر اساس قمر و شمس است، ماه و خورشید، که اختلافاتی با هم داره، وگرنه همش یکی است. اول
زمستان که میشه ما 21 مارچ، ولی در اصل تا قبل چندی قبل هم 25 بوده، جشن جهان هست و جشن مرد. آقای شرفشاه این نکته که کوچک بگم بهش بگذرم، ببینید ما در ماه دسامبر هستیم، دسامبر از عدد 10 بیاد یعنی دهمین ماه سال، ولی ببینید که در تاریخ فقط ایرانی دهمین ماه سال، در تاریخ جهان دوازدهمین، اشتباهی که جا افتاده. حالا بعد از این شاد باش، اگر پروانه میدیدین شما فرمایش دارین گوش میکنم، بریم روی یک دو تا موضوع بسیار مهم و اساسی که شما بهش اشاره. بله، مسئله گپ و گفتی که داشتیم تلفنی امروز در رابطه با همین اعزام دو تا ناو زیرزمینی هست به خلیج فارس، که یکیش رسیده مال امریکایی الان اونجا و دیگری هم مال اسرائیل در راهه. شما یک دیدگاه دیگه ای داشتین، میگین این خطری برای مردم ایران نداره، برای اینکه بلکه برای حفظ و حمایت کشورهای منطقه است. این دیدگاهتون رو در این رابطه هم برای بینندگان ما بگید. سپاسگزارم. دیدگاه من برخلاف دیدگاه آقای خمینی است و الان آقای خامنه ای و کل سیستم ولایت فقیه. اونها معتقد هستند که جهان با اینها در جنگ و درگیری و نابودی است، اینا با فوش خوار مادر دادن 42 سال فیلم. ولی من شما میدونم شادرمان شاپور بختیار و همه بزرگانی که عمرای ارتشی که در این راه جانشون رو دادن، اعدام شدن یا اونایی که مبارزه کردن، ما همه بر این باور بوده و هستیم و خواهیم بود. حتی محمد رضا شاه در سخنهای پایانی عمرش بسیار بسیار تاکید داشت این رژیم یک رژیم استعماری است، این رژیم را استعمار آورده و تاکنون هم توی 42 سال به نفعش بوده از همه رقم. به همین خاطر جناب شرفشاهی هر گاهی توپ میفته که حواس ها میخواد بره به سیرون توپ، باید ببینیم پشت سرش چه قضیه است. قضیه مهم برای ایران الان همونطور که شما فرمودید، خیلی هم درست فرمودید، انتخابات سال آینده ایران است، خرداد ماه، و جریان جانشینی ولایت فقیه. یعنی الان آقای شرفشاهی، من چند تا خبر دست اول تازه بهتون میدم که از فردا پس فردا جنجالش تو دنیا رو ایران میفته. یکی که روحانی اومده امروز گفته که من بعد رهبر همه کارم، این بر اساس ماده 113 قانون اساسی است. بابا اینقدر ببینید، رئیس جمهور ایرانه ولی شعور نداره که بدون ماده 113 که ایشون میگه من همه کارم بعد رهبر، 31 سال عوض شده یارو خبر نداره. درسته در قانون اساسی نخستی که سال 1950 و 58 تصویب شد، رئیس جمهور شخص اول مملکت بود، بعد رهبر، بعد رهبر، و بعد تنظیم روابط قوای سگانه یعنی مقننه، قضایی، مجری دست او بود. این روحانی هنوز تو خیاله، نمیدونه که این در 31 سال پیش که قانون اساسی شد جمهوریشون بازبینی که عوض شد. وقتی عوض شد اونا گذاشتن رئیس جمهور بعد رهبر فچران است، ولی سه قوه رو برداشتن، گفتن ایشون مسئول رعایت قانون اساسی و اجرای مواردی است که قوه مجری به عهده داره. روحانی که این نمیدونسته میاد تا همین امروز چند ساعت پیش میگه که من اگه رهبر فردا بمیره نابودش کاری بشه، به جای که مشتبه خامنه ای رو چه بکنین من همه کارم، این ماده خواهید دید که از فردا در ایران صدا میکنه. یعنی مردم میان میگن، خودشون رژیم میگه آقا تو اشکاری 113 ماده قانون اساسی 113 31 سال پیش هست. اما چرا الان جنجال راه افتاد؟ همونی که شما فرمودید، شما خیلی درست فرمودید، همه مسائل لحاف ملا ما سر اینی که توافق جمهوری اسلامی و شخص علی خمینی با جهان شده است که فرزندش مجتبی خمینی پس از انتصابات ریاست جمهوری سال 1400 تازی قدرت رو به دست بگیره بعد انتخابات، که همون یه پاسدار خواهد شد رئیس جمهور. یادمون باش، خوب گوش کنید، اگر یهو دیدین که 4 تا پاسدار نامزد شدن، اینم بهتون بگم کلک از الان به ملت ایران دارم میگم، خوب گوش کن ملت ایران، امکان داره 4 تا پاسدار نامزد بشن، اینا قبول کن، یا یکی هم پنجمی بذارن یارو پاسدار نباشه، بعد همه میگن آقا بی پاسدارا ما رأی ندیم، ها بریم بو پنجمی رو. نظر خامنه‌ای هم پنجمی است، همچون که نظر خامنه‌ای به روحانی بود، رئیسی رو عمدن اومد انداخت، بعدم حسابی زدن گفتن 40 سال فلان فلان ترتیبش دادن، قبلا هم جلیلی رو گذاشت هدفش اونی که بود.
اینا چون من یک سری اطلاعاتم دارم، مثلا در رابطه احمدی نژاد، آقای شرفشاهی، احمدی نژاد که دور دوم رو برد اصلا قانونا قرار بود که، قانونی که میگم یعنی قانون خودشون، امضا داده بود آقای موسوی که 7 تا وزارت خونه رو بده به خامنه ای، خامنه ای هم پذیرفته بود 100% کی بشه. 48 ساعت قبل از انتخابات برنامه رو مشتبای خامنه ای به هم زد، چون از امریکا اطلاعات خبرهای بهش رسید، بهش گفتن که بعد همینا حساب کتابایی که الان تو بهار آینده روش کار میکنن، که آره رفسنجانی یه نامه داده، نامه منتشر میشه، الان چند ساعت دیگه بر اساس این نامه یه کودتا صورت میگیره، تا موسوی برسه به قدرت اصلا خامنه‌ای رو ترتیب شو میدن میره، همه شما کشته میشید و چیزی نمیمونه. و اونجا بود که 48 ساعت قبلش تصمیم گرفتن دوباره احمدی نژاد رو نگهش دارن. و خامنه‌ای که بعدا دیدی راست میگفته، خودش اومد تو سخنرانی گفت، اومد تو چک سخنرانی کرد، آقای جورج سوروس رو بهش حمله کرد، گفت میخواست اینجا انقلاب مخملی درست کنه، چون جورج سوروس با آقای خاتمی و اینها ملاقات داشته بود در امریکا، عکسش من منتشر کردم، اسنادش رو منتشر کردم قبلا، و حتی تو کتابش آقای جورج سوروس نام ایشون هم آورده بود، خاتمی و غیره و اینا، ولی اونا که میگن ما تکفیر. خب اینجا این خدمت بزرگی که مشتبه به خامنه ای کرد که نظام داشت ساقط میشد رو از سقوط انداخ، اونجا خامنه ای مسلم شد براش که بچه شما بذاره رهبرش کنه جای خودش. برای همینه که دکون وا کرد از اون موقع که این شده مجتهده و الان دیگه مرجع تقلید شده. چرا؟ چون درس خارج داره میده آقا نظر فقه. بعد ما خیلی ناراحت میشیم میگیم آقا درس خارج داره میده، این مجتهد نیست. ما اصلا کلا نظام ولایت فقیه رو قبول نداریم، ما سرنگونی کل نظام رو میخوایم، ما سرنگونی روحانیت رو میخوایم. باز یه توپ دیگه میندازن جلو پای ما آقای شرفشاهی، آقای بابا که مجتهد نیست که، یک مرجع نیست که. آقا اصلا مرجع باشه، ملت ایران یک نظام لایک خردگرا شهریاری آریایی رو میخواد، ملت ایران نمیخواد در تداوم راه بره. حالا چون این توافق ها شده آقای شرفشاهی، نکته پایینی رو بگم به فرمایشات شما گوش کنم. آقای ترامپ در ماه ژانویه سال 2021 یک کتاب از خاطرات خودش منتشر می‌کرد. هرچند ایشون قبلا پارسال در سخنرانی، همین سال سخنرانی که کرد و گفت به قاسم سلیمانی فیس آف دی برک، اونجا گفت پشت سرش تو همون سخنرانی، ما پخش کردیم میتونم پیدا کنم، تو همون سخنرانی که میگه قاسم سلیمانی چه میگه، من اونو زدم، رهبران جمهوری اسلامی ایران هم خوشحال شدن، چون اینا همشون ازش میترسیدن. یعنی زدن قاسم سلیمانی توافق جهانی بود برای اینکه همه چیز پاک بشه، صاف بشه، که مجتبی خمینی رهبر بشه. یا تو توافق جهانی بود آقای مجتبی، ببخشید مجتبی خامنه ای، من میگم خمینی، مجتبی خامنه ای، آقای بچه‌هاش شما ببینید لباسایی که میشه به تن بچه‌اش، لباسای امریکایی انگلیسی است. ایشون همیشه تو پاریس واسمای مستعار، البته نمیاد که بالا مشتبه بیاد، که تو همین چلو کبابی های مشهد، میگم مشهد پاریس دیده شده، ایشون در لندن دیده شده، جاهای دیگه سفر میکنه. اصلا یکی از روابط های اصلی از موقعی که بعد خود آقای ظریف، آقای خامنه ای که تشکیلات آقای جورج سوروس اوپن سوسیتی ره با عنوان انقلاب مخملی مورد حمله قرار داد در رابطه با انتخابات قبل روحانیش و چه و چه و چه، ما دیدیم که آقای ظریف خودش اومد تو پارلمان گفت من پخش کردم، نوار چم اصلا تو پارلمان گفت قبل از اینکه من وزیر امور خارجه بشم اوپن سوسیتی تو ایران دفتر داشت، تشکیل داشت، آقای کیانزاد تپلیر گرفتن زندانش کردن به عنوان نماینده، گفت ایشون با شهردارا اینا در تماس بوده، فقط گزارشاشو به من میداده، درسته گزارش به من میداده، ولی اون چون اطرافیانش خرم همه رو خر پنداشت، تو پارلمان بود، تو طویله ملاها بود، همه خرن دیگه، گفت آره من گزارش میگرفتم که ببینم کار بد نکنن. آقا استعمار اونجاست، تو خودت میگی که استعمار یعنی همین موندیالیزاسیون، همین که الان تو دنیاست. چون اوپن سوسیتی، آقا قبلا هم تو برنامه شما من عرض کردم، اوپن سوسیتی که فیلسوفش، اندیشمندش، برنامه ریزش آقای جورج سوروس هست، تنها فیلسوف جهانه که اهداف خودش پیاده کرد. بعد افرادی مثل آقای بیل گیت، مثل جف بزوس آمازون، مثل تسلا، آقای ایلان ماسک که ماشین ساخته بدون موتور، چیپس میذاره تو مغز من و شما که اگر نمیشنویم میشنویم، چیپس میذاره تو مغز بنده که حرف میزنه مگه لال هستیم، وجود داره تو آمریکا شما، تو لس آنجلس، تو لس آنجلس ماشینو میرقصونه،
ماشین میرقصن برای جشن کریسمس و غیره. خب اینها ایدئولوژیکوار با اون نیستن، اینا کارشون مدرنیته است، تکنولوژی، پولسازی است و خودشون میگن پولسازی، جهان نو را آفریدن. و بعدم میگم من به شما بگم، میرم به عنوان حالا میگن آقا چطور شما مگسایی که میاد دور براتون با امشی میزدید سابق عالم هست میکشید، یا سوسک میفته تو خونتون، یا موش میفته تو خونتون، شدت تو لس آنجلس شغال میاد تو خونه مردم، شغال بهت میزنید نمیکشید. خب در این جامعه، در این جهان افرادی هستند که مرگ بر حسن او این و آن میگویند و بعد سر میبرن در قرن 21 و در قرن 77 به آریایی میترایی سر میبرن به خاطر افکار ایدئولوژی. تا تو بیارم میگه آقا بالای چش رهبر دبر گردنت میزنه. خب اینا مثلا با امشی بایستی بشن. بله امشی بایست. اینها مواردی است جناب شرفشاهی که ملت عزیز ما ایران و مردم جهان بهش باید توجه داشته باشن. این توپایی که هر روز میندازن برای ما که صبح شب میکنیم هیچ چم نمیفهمیم از دنیا، تلفن دستی مونم بلد نیستیم ازش استفاده کنیم، اینها جناب شرفشاهی حلال مشکلات فردای ما نیست. توافق کردم من به شما میگم 40 سال بهتون حرف زدم، شنیدید که یک دونه از حرفا رو میگن ما گفتیم دروغ درآمد یا دروغ بود. توافق قطعی شده، بقیه چیزا برای سردرگمی است. حتی خامنه‌ای خودش اینو گفت جناب شرفشاهی، خامنه‌ای چند وقت پیش، الان ببینید، البته من گفتم برای منم معتقدم که این روبو هست، ولی خب روبو و ربات هم که هست برحال بر اساس اون اصلی ساخته شده، وارد بحث نمیشم. الان روز اومد بچهای سلیمانی رفته بودن پیشش، با فاصله دور که نشسته بودن 5 دقیقه به زور حرف زد، چون دیگه نمیتونه نفس بکشه، همینه که هست. خودش چند وقت پیش گفت وقتی من نباشم وضع همه شما بهتر میشه. چرا اینو گفت؟ چون الان لاریجانی آقای شرفشاهی، لاریجانی ها که خودش اون جواد آملی که قوای قضایی دستش بود، اون یک مدعی رهبری بود، مجلس خبرگان پول خرج کرده توش آدم داشت، ولی ترتیبش که دادن با اون تبری و بعدم با افشاگری آقای شادروان زم و اینا خب افتاد کنار. الان اینا من خبر دارم رفتن در قم، در قم دارن بیعت جمع کردن، نه که میکنن، جمع کردن برای مشتبه، یعنی مراجع تقلید مثل آقای ناصر مکارم شیرازی، یعنی مصبایزی که داره میمیره، بقیه مراجع اینا امضا دادن که آقا این مرجع تقلیده، مشتهد چیه؟ مرجع تقلید شده، درس خارج میده، امضا رو گرفتن، پروندهشون رو آماده کردن آقای شرفشاهی. حالا ملت ایران، مردم عزیز من، شما با این چوبهایی که میندازن استعمار این رژیم آورد، استعمار از این رژیم بهره برد. و من تأکید میکنم به این مسئله که ملت اسرائیل و رهبران اسرائیل انسانهای با فرهنگ و با تمدنی هستند. امروز من در یک برنامه عربی زبانم اینو گفتم که حتی اعرابی که هر روز بمب میندازن، موشک میندازن توی اسرائیل، با اینا درگیرن، دشمن خونی هن، با چاقو اینا رو موشن، اینا رو تو پلیس استخدام کردن، تو ارتش استخدام کردن، ژنرال و کمیسر پلیس اسرائیلی ما داریم که دو روز مسلمونه. اسرائیل و رهبرانش مردم متمدنی هستند، اونها به ایران حمله نمی کنند. این رژیم جمهوری اسلامی است که میخواد ماها رو بترسونه از یه دشمن خارجی کاذبی که همیشه ساخته، نسبت به این همه فحشی که بیش از 40 سال به اسرائیل دادن و دارن الان میدن مرگ مرگ مرگ، یک اقدام نکرد. اسرائیل هر موقع خواسته این مهره های اصلی رژیم رو زده، بعدم گفته آقا ما زدیم، ولی اینا فقط حرف زدن، هیچ غلطی هم نکردن، نمیتونن بکنن. دیگه ثابت شد که در پستوی خانه اینا وجود دارن، اینا حضور دارن، خود عدسه که میکنن اینا میفهمن. اینها عوامل استعماری هستن. انگلیس هم اگه الان مثلا اخیرا سپاه رو چه کرده به خاطر هم انتخابات. و جناب شرفشاهی نکته دیگه، ملت ایران بتانیم وقتی میگن یک کسی رو تحریمش کردی، تحریم هر آدم جمهوری اسلامی یعنی چندین میلیارد دلار پول. آقای جانسون الان واکسن میخواد بیاره، احتیاج داره جانسون، بزنین جانسون روحانی، بزنین جانسون سران جمهوری اسلامی. آقای جانسونی که از رفقاست، او وزیر خارجه سابق از رفقای جمهوری اسلامی، وقتی که مردم تو پارلمان خودشون زمان خاتمی اعتصاب کرده بودن، پرنس شار رفت ایران، رفت ایران به هوای زلزله بم و با اینا صحبت کرد، آقا اعتصابتون بشکنیم، مملکت دست ماست، انگلیس ها
اینه که این بازی ها رو میندازن آقای شرفشاهی، چون پول لازم دارن. تحریم هر کس از این دزدا و چپاولگرا و قارتگرا ایران، این یعنی به جیب زدن میلیاردها دلار پول، پولای ملت ایران. چون اینا پولاشونه که تومن نکردن تو ایران باشه، تو بورس جهانی سرمایه گذاری کردن. وقتی میگن آقا ایکس تحریم، قاسم و پیش از اینکه بکشنش میلیاردها دلار پولش رو تو خارج از کشور فریز کردن، بعد کشتن. یعنی تحریم اقتصادی یعنی به جیب زدن پولایی که میتونه فردا مال مردم ایران باشه برای خرج واکسنشون. بله بسیار ممنون که به حال انقدر روشنگرانه در حال بحث کردین در زمینه مسائل. ولی من یه پرسشی دارم در این زمینه که این سپاه پاسداران مرتب این مردم رو کشتن، این مردم همشون غم دارن، چه بسا خانواده ها مادرانی هستن که در ایران هنوز دارن دست به سینه میزنن و پسرشون میخوان یاد بچهشون هستن. این مردم چجوری میتونن رضایت بدن که سپاه پاسداران بیاد در حال رئیس جمهور تعیین کنه و حکومت رو در ایران نظامی بکنه؟ جناب شرفشاهی میبوسم تو مرد نازنین رو، شرف شاهان ایران، سیروس، آفرین. پرسش جالبه جناب شرفشاهی، من شما که میدونیم، ولی اگر ملت ایران یا کسی نمیدونه، خب الان میگیم 42 ساله که اینها با زور اعدام، کشتار، قتل عام حکومت کردن. من الان قاطع به شما میگم، از زبان آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ابرقدرت جهان به شما میگم، از زبان وکیل ایشون که سالها قوی ترین شهردار شهر جهان نیویورک بوده، رود جولیانی، میگم هر دوی اینها گفتند که یکی از راه‌های تقلب در انتخابات که آقای بایدن رو نشوندن، استفاده از این شمارش آرای کامپیوتری بود. آرشیو تلویزیون پارس هست، 4 سال پیش که روحانی انتخاب شد، من مطلبی رفتم سیاوش عربستان، گفتم این جیمز باند بود، خودش از قاتلین نخستین، خودش هم چند روز پیش گفت، خودش هم این گفت، گفت من از قبل انقلاب با انقلاب اسلامی بودم، جز رهبر بودم. چی میگید شما؟ خب گفتم یه جیمز باند که اومد و انتخاباتم الکی بود آقای شرفشاهی، تمام این آرایی که اینا از اول گفتن یارو 14 میلیون آورد، اون یکی 9 میلیون، 11، همه اینا دروغه. ملت ایران اگه 4 تا صفم نشون دادن، ملت ایران هرگز به اینها رأی نداده جناب شرفشاهی. الان این سیستمی هست، من به فرانسه پخش کردم، فارسیش هم دارم اگر خواستی، ولی یه ساعت وقت میده. یه کامپیوترهای چند سال پیش ساخته شده آقای شرفشاهی، که این کامپیوترها برای شمارش آرای مثل هر کامپیوتر دیگه که هست، نمیدونم الان تکنولوژی رو یه روز میان بشینین همین تکنولوژی رو مردم ببینن که چیه واقعا. این کامپیوترها جناب شرفشاهی برای شمارش آراست، شمارش آرا رو من میتونم یک کلید USB، همین کلیدای کوچولویی که میزنن تو کامپیوتر، تو پاریس بزنم تو کامپیوتر خودم، وصل بشم به کامپیوتر کاخ سفید یا وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در تهران و هر اسمی رو میخوام ماکسیموم آرا رو بهش بدم. این حرفی رو آقای ترامپ گفت، آقای رودی جولیانی هم گفت، امسال اینا گفتم، 5 سال پیش سیاوش عبستا گفته تو برنامهش که روحانی جیمز باند روی بزنین هم هست. این آقای شرفشاهی تقلب اینا علکیه، مردم اینا رأی ندادن نمیدن، ولی میترسوننشون درسته، یه 2 میلیون 3 میلیون اینا همیشه بردن پای رأی، ولی این که این دفعه قبل گفتن 44 میلیون، دروغه به خدا. شما در نظر بگیرید که آمریکا، که آمریکاست، آرای خودش چند روز طول کشید تا بشماره. جمهوری اسلامی همین امسال، همین دفعه که روحانی شد یا قبلش که احمدی نژاد شد، ساعت 11 شب که میشه، 7 تا 7 شب 8 شب رای میدن، 11 شب آرا رو اعلام میکنن. این تو معلومه که دروغه. یک سند دیگه هم میدم، یک چند سال پیش من تو دفترم شانزلیزه که نشسته بودم، یه آقای از ایران اومد کارتشو گذاشت رو میزم، دیدم نوشته فرماندار فلان شهر تهران. گفتم آقا شما فرمانداری؟ گفت آره، من تو هم خیلی دوست دارم، الان اینجا بهش درود میفرستم. گفت اومدم یه رازی رو بدیم. گفت بگو چیه راز؟ گفت ببین، ما شهردار یه شهر خراب شده که بودیم، وقتی انتخابات شد برای امیر اسد جمهوری که ماه پیش بود، ما اومدیم نوشته میرزا علی قلی خان 220 تا، میرزا عبدالله خان 120 تا.
گفت شهر ما که کلا هم 500 نفر میتونن رأی بدن، اصلا بیشتر. مثلا میگم، حالا رقمو نمیگم که این بابا پیدا نتونم پیداش کنم. گفت اصلا تو شهر ما 500 نفر میتونن رأی بدن. جیوها دیدم تو لیست وزارت کشور که منتشر کردن، آراء به دست آمده در شهر من زدن 2,500,000. خب کی میرفته اینا رو کنترل کرده؟ تفلی ترامپ که اول قدرت جهان رو نذاشتن کنترل کنه آقای. و این کامپیوترها، من اینم بگم، این کامپیوترها که دیگه اسمش هم میدونید همه الان، اینا این کامپیوترها رو بعد از یه مدت که دیگه کار کرد، همین انقلاب مخملی میسازن تو دنیا، همین رفقای انقلاب مخملی میسازن که الان دیگه بیش از 130 تا کشور رسما دستشون هست، این رو اینا خریدن و به کار گرفتن. و شما به زبان انگلیسی، به زبان فرانسوی، به زبان عربی، به زبان فارسی، اینقدر اسناد رپورتاج در رابطه با یه شمارش آرای قلابی دارید که حد نداره. جناب شرفشاهی، خلاصش این، ملت ایران هرگز بینا رأی نداره و نمیده، ولی اینا زمینه فکری رو میسازن که از بین 1,000,000 نفر اگه 100 نفر رفته رأی داده، بیاد بگه آقا ما رأی دادیم چون این زیردریای اسرائیل اینجا میخواستن ما رو بزنن و نمیده. ما شما ببینید یه چیز دیگه گذاشتن، آقا هر کی میخواد بیاد مجادل خلق نیان، یا رژیم بمونه مجادل. حالا ما نمیخوایم تایید و تکذیب بکنیم، ولی میخوام بگم که ببینید افکار، اندیشه ها، خطایی که از خود وزارت اطلاعات میاد بیرون، چجور توی سالات تونستن همه گیرش کنن. اینها همه اون توپه ای که انداخته جلو پای ما که ما باش بازی کنیم، که از این طرف پشت سر کار دیگه بکنن. فکر کنم جناب شرفشاهی، اسرائیل من ایران بذارید بگم، حالا که دیگه شد آخرین حرف، آقای موسی قصاب، موشه کساب، از اینجا بهش درود میفرستم، از زندان اومده بیرون، سالهایشون رئیس جمهور اسرائیل، سالها رئیس جمهور اسرائیل بود، 7 سال رفت زندان، 7 سال زندانی کشید، فقط به خاطر ای که امضا نکرد حمله به ایران. رئیس جمهور اسرائیل بود، مردم هم دوستش داشتن و دارن، فارسی هم هنوز حرف میزنه، اهل شهر یزد هم هست، پدر بزرگش قصاب بوده، پدرش نه، اسمش گذاشتن قصاب. و همین بنیامین نتانیاهو، همین بنیامین نتانیاهو، من بارها شنیدم میگه ملت ایران دوست ما، برادر ما، میزنه فرماندهای سپاه رو توی سوریه، اینا رو میزنه، حتی قاسم رو که امریکا زد تو عراق زد، توی اینا به ایران حمله نمیکنن. اینا صدام حسین نیستن، صدام حسین بود که مردم ما رو زد و کشت و فلج کرد. اینا ایکانو، اینا ضربه میزنن به نظام، قدرتاشو میگیرن، که الان فوقش هم اگه مجتبی میخواد بیاد، تمام اون جنرال های بالای خامنه‌ای رو میزنن، که دیگه مجتبی که میخواد صلح بکنه با اسرائیل، که قولش داده، الان من میگم یادداشت کنید، قولش داده که من اسرائیل به رسمیت میشناسم، قولش داده که با آمریکا همونجوری که با روسیه کار میکنیم کار میکنیم، برای همین هم عمدن بچه‌هاش اینجوری میاره تو کوچه و خیابون که نشون بده اینا ساخت و پاختاشون کردن. مردم ایران، برای که به این ساخت و پاختا شما خاتمه بدید، تنها شما هستید که میتونید با میدان ساختن میلیونی در خیابان‌های ایران، ایران را آزاد کنید. وگرنه اینا همه به فکر پولن، الان هم همه پول احتیاج دارن، همه دنیا الان با این کرونا رفته زیر قرض و بدهی و بدهکار، همه غیر از چین. چین الان داره وام میده، جمهوری اسلامی هم برای نفت خوابیده و ثروت ها. اینها ملت ایران هست که در سال آینده که تقارن، گفتم پریشب، تقارن کیوان هست با هرمز، دو سیاره گازی که همیشه تاثیرگذار بودن در زایش عیسی، در زایش میترا، در زایش رضا شاه، در زایش کوروش، در زایش موسی، در زایش آدم، در زایش میترا، تقارن اینها امسال سال تقارنه. و سال هم نه سال میلادی است، نه سال مسیحی، نه سال اون مجموعه روزها و ماهایی است که اونها تصمیم میگیرن سیارات. در این سال شما میتونید اهریمنی باشید ملت ایران، کیوانی باشید، کیوان زحل هست، زحل بدی سیاهی است و هرمز مشتری است، میتونید زیبایونی کی باشید به دست ملت ایران. جناب شرفشاهی نترسید، جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده لولو خورخوره از هر چیزی بسازه، بعد الان میگه پاسدار پاسدار، فردا 4 تا پاسدار میشه نامزد، یکی غیر پاسدار، او پاسدارا هدف خامنه ایه، او قدرت به دست میگیره، خوبشتواش هم میذاره رهبر. ملت ایران با به خیابان آمدن میلیونی، همونجور که آقای رضا پهلوی هم گفته، شاهزاده هم گفته، همه هم گفتن، فقط با به میدان آمدن، تو خیابون آمدن، کاری که مصریا کردن، برنده شدن، آقای سیسی را آوردن، کاری که در تونس انجام شد، نذاشتن اسلامیست‌ها قدرت به دست بگیرن و غیره. بله،
امیدواریم که یک چنین حرکتی رو ما در ایران شاهد باشیم. ولی همین سپاه پاسداران می‌دونیم که در علاوه بر این که در کلیه مسائل مردم دخالت کرده، مردم رو کشته و اینا، یک گروهی را وادار کرده که دچار مواد مخدر بشن. همین امروز دیدم در یکی از خبرها هست که گفتن که مواد مخدر در ایران ارزونتر شده. خب این سپاه دلش میخواد همه آلوده به این مسائل بشن و نتونن تو خیابونا بیان، ضرورتی نداشته باشه که حرکت بکنن و علیه سپاه کاری بکنن. ولی خب این مردم واقعا بارها اومدن حرکت کردن ولی دیدیم که رحمی نکردن. چون همین آسد علی به سپاه پاسداران، یادتونه موقعی که یک تظاهرات میلیونی بود، سپاه صدا کرد گفت چیکار داری میکنین، بکشین هر چقدر میخواید تا این حرکت سرانجام نگیره، این داستان بکش تا زنده بمونی. بسیار ممنونم. این آقای وارتان اومد علامت نشون داد که ما به پایان کار رسیدیم. دلم میخواست که در حال درباره این هواپیما کشته شده های هواپیمایی که سپاه پاسداران زده و الان تنها دولتی که ولکن معامله نیست کانادا و گفته من اینو برم به دیوان بین المللی لاهه صحبتی داشته باشیم. حالا میذارم این بحث رو برای بار دیگر که در خدمت شما بودیم و شما انقدر مسائل مختلف و پیچیده رو مطرح کردین که مجال و فرصتی نبود که چندین نکته و خبر من اینجا دارم که میخواستم بگم، مون برای بار دیگه. از شما سپاسگزارم. حالا تو صبح امروز میکنیم اونا رو. بله صبح. امیدوارم که به هر حال همیشه خوب و خوش باشین و ما بتونیم از مطالب بکرتون و در حال مسائلی رو که مطرح کردین نظیرش در آینده هم استفاده کنیم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه سیاوش اوستای عزیز، آقای وارتان کارگردان برنامه، با شما خداحافظی میکنم و شب روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود. بدرود، خدا نگهدار. سپاسگزارم. وارتان جان مرسی. جان شب شما مرسی.